امیدوارم که حالتون خوب باشه. من برگشتم با یه ویدئوی دیگه. توی این ویدئو قراره که درباره 5 تا از تصویرسازی هایی که پروژه های کاری که مربوط میشه به تصویرسازی و تصویرگرها به عنوان پروژه کاری هندلش میکنن و انجامش میدن و میتونه به صورت فریلنسی باشه، یعنی شما اینو به صورت فریلنسی انجام بدین، میتونین خودتون طراحی کنین این پروژه رو. البته میدونین که بچه ها پروژه کاری که خودتون طراحی میکنین باید اون بخش مالی قضیه و قسمت فروش رو هم در نظر بگیریم. فقط این نیستش که یه دونه پروژه تعریف کنیم برای خودتون و انجامش بدیم بدون این که اصلا هیچ خروجی داشته باشه یا اصلا بحث مالی و اینجور چیزا، بدون این که هیچ کدوم از این قضایه وجود نداشته باشه، رسماً اون پروژه که دارید برای خودتون تعریف میکنین پروژه کاربردی نخواهد بود. پس باید این قسمت ها رو در نظر بگیرین و بعد پروژه برای خودتون تعریف کنین و میتونید بعدش در واقع یعنی به صورت فریلنس کار کنین. خب این 5 تا پروژه کاری که میخوام تعریف کنم پروژه هایی هستش که بیشتر تصویرساز ها انجامش میدن و پروژه هایی هستش که به شدت جذابه. اولیش چیه؟ اولیش و پرطرفدارترینش تصویرسازی کتاب هستش بچه ها. تصویرسازی کتاب و مجله. تصویرسازی کتاب و مجله بین تصویرگرها خیلی دوست داشتنیه و خیلی از تصویرسازها دلشون میخواد که پروژه تصویرسازی کتاب رو انجام بدن. من خودم به خاطر اینکه خیلی دوست داشتم این پروژه رو انجام بدم و منم مثل همه عاشق تصویرسازی کتاب بودم و اولش با ذوق و شوق تصویرسازی کتاب اومدم و کارم رو جدی شروع کردم، این بود که من فکر کنم حدود 50 خورده کتاب تا الان تصویرسازی کردم که بعد از این قسمت دیگه خیلی مثلا آنچنان برام هیجان انگیز نبود که دیگه بگم دلم میخواد فقط توی این هیته بمونم. به خاطر همین من خودم گرایشامو یه سری بار تغییر دادم و گسترش دادم و از اون قسمتی که هم فاصله گرفتم، مگر اینکه مثلا این وسط یه سفارشی باشه که ببینم اون محتوای داستانیش این قابلیت رو داره که بتونم یه تصویر خوب ازش خروجی بگیرم بیرون و روش مانور کنم. ولی حالا برای شما میتونین تجربه اینجوری نباشه، میتونین مدل دیگه باشه. پس اولین پروژه یه کاری که یه تصویرساز میتونه انجام بده و خیلی دوست داشتنی هستش پروژه تصویرساز کتاب یا مجله هستش که اینا با هم دیگه یه سری فرقا دارن و یه سری باید نباید ها دارن که توی یه سری ویدیو توی ویدیوهای دیگه من کامل درباره پروژه تصویرساز کتاب از مرحله شروعش تا مرحله انتهاش کامل براتون توضیح میدم. پروژه تصویرسازی کتاب هیجان انگیزه بچه ها. به خاطر چی هیجان انگیزه و اصلا چرا محبوبه و دوست داشتنیه؟ به خاطر اینکه پروژه تصویرسازی کتاب تصویرگر با استفاده از تخیلات و سبک کاری خودش و اون برداشت شخصی خودش از اون داستانی که بهش میدن میتونه یک کتاب تصویری مصور تولید کنه و این خیلی ماجرا رو جذاب میکنه، چون شما باید این داستان رو بخونین با توجه به سن مخاطبتون، با توجه به تکنیک خودتون، با توجه به سبک اجرایی خودتون این کتاب رو جوری طراحی کنین که مخاطبتون باش ارتباط بگیره و یا مثلا مخاطبتون با اون مجله توی داستان ارتباط بگیره و این خیلی حس دوست داشتنی میده. به خاطر همین تصویرسازی کتاب یکی از هیجان انگیز ترین هست و حتما بهتون پیشنهاد میکنم با عنوان یه تصویرساز حتما این پروژه کاری رو جزء پروژه هایی بذارین که حتما سفارش ازش بگیرید. نحوه سفارش این جور چیزا بازارکارم توی ویدیوی قبلی بچه توضیح دادم که بازارکار به چه صورته. بعد از این میایم سراغ قسمت دوم، پروژه کاری پرطرفدار دومی که میتونی شما به عنوان تصویرساز انجام بدین پروژه های تبلیغاتی هستش بچه ها. شما به عنوان یک تصویرساز تبلیغاتی میتونین کار کنین. به عنوان یک تصویرساز تبلیغاتی وقتی میگیم یعنی چه کارهایی میتونین انجام بدین؟ یعنی میتونین تصویرسازی بیلبورد انجام بدین، بیلبورد های تبلیغاتی برای محصولات مختلف، میتونین کاتالوگ و بروشور هایی که حالا تولید میشه یه بخشی از قسمت هایش که
مربوط میشه به تبلیغاتش و باید یه بخشش تصویری باشه. شما میتونید به عنوان یه تصویرساز تبلیغاتی توی این قسمت ها کار کنین، و یا اینکه مثلا میتونین صفحات مجازی برندهای مختلف رو دستتون بگیرین و تولید محتوا بکنین و پست طراحی کنین یا مثلا سناریو بچینین که این محصول رو چجوری تبلیغش کنین، چه کارهایی روش انجام بدین. پس یکی از در واقع به نظر خود من، حالا این ترتیب بندی رو بچه من خودم گذاشتم بر اساس علایق خودم، ولی شما میتونین مثلا اینا رو حالا به شکل مختلف انجامش بدین. پس پروژه تبلیغاتی بود، یعنی به عنوان یک تاثیرساز تبلیغاتی خیلی کارهای مختلفی میتونین انجام بدین. حالا کجاها میتونین کار کنین؟ میتونین تو شرکت های گرافیکی مختلف به عنوان تاثیرساز، ایده پرداز، مدیر هنری و یا گرافیست که بعد اطلاعات بیشتری داشته باشین فعال بشین و کار کنین. بعد از این قسمت میتونین یکی از پروژه کاری دیگه که میتونین مهمانی تصویرساز انجام بدین و خیلی پرطرفداره بچه ها، المانهای شهریه. المانهای شهری چیا هستن؟ توی بعضی از میادین یا قسمتهای مهم شهر با توجه به اتفاقات مختلف اون کشور و یا اون شهر و یا مثلا با توجه به تاریخهای مهم یک کشور یا یک شهر میان و یک سری المانهای تصویر تولید میکنن که تصویرساز میتونه این المانها رو طراحی کنه که بعدش این المانها ساخته بشه. من خودم المانهای نوروزی مدت خیلی کار میکردم توی ایران. المانهای نوروزی خیلی باب شده بود و بعدش بحث تخم مرغ رنگی هایی که پیش اومده بود، تخم مرغ بزرگی بود که تصویرسازا هر سال نزدیک عید شهر در واقع شهرداری های شهرهای مختلف فراخوان میدادن و تصویرگرها کار میومدن و روی اینها اجرا انجام میدادن. الان هم فکر کنم هستش، یعنی شما اگر سرچ کنین که فراخوان تصویرسازی تخم مرغ‌های رنگی یا مثلا فراخوان تصویرسازی المان‌های شهری و مثلا پسوند شهر مورد نظرتون رو بزنین، هم فراخوان‌هاش میاد و همین که حالا مثلا اون کارهایی که تا این سالها با توجه به این قسمت انجام شده میاد. و به نظر من چیز باحالیه، تجربه خیلی باحالیه. مثلا من خودم یه سری تصویرسازی المان شهری انجام دادم که واقعا دوستشون داشتم، خیلی حس خوبی بهم دادم، به خصوص اینکه برای شهرهای مختلفم کار میکنی، حس این که کارت داره به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک آرتیست توی شهرهای مختلف، تو کشورهای مختلف دیده میشه، خیلی حس خوبیه. چون بچه ها آرتیست و یک هنرمند بخش زیادی از حس خوبی که قراره از تولید یک اثر بگیره اینه که آدم ها ببینن و آدم ها با این اثرش ارتباط بگیرن، خیلی حس خوبی میده و آرتیست باید دیده بشه. به خاطر همه من همیشه به بچه ها میگم که حتما 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 یک صفحه پابلیک برای خودتون داشته باشین توی هر محیطی که احساس میکنین باهاش ارتباط بیشتری میگیرین و آثارتون رو بذارین، به خاطر که آدم‌ها به واسطه اونها شما رو می‌بینن، باهاتون ارتباط می‌گیرن و حالا یا سفارش کار میدن یا حسای خوبشون رو با شما به اشتراک می‌ذارن و همه اینها روی روند پیشرفت شما تاثیر می‌ذاره. حالا بعد از این قسمت، پس المان‌های شهری رو به نظر من بهتون پیشنهاد می‌کنم که انجامش بدین، چون یکی از پروژه‌هایی هستش که خیلی از تصویرسازها انجامش میدن و یکی از پروژه‌هایی هستش که خیلی جذابم هست بین تصویرسازها. المان های شهری هم که بهتون گفتم به چه شکل فراخوان میدن، یا حتی مثلا فراخوان های بین المللی هم به همین صورت بچه ها مثلا میان میگن که قراره مثلا توی همچین میدونی یا تو همچین خیابونی با همچین موضوع المانی داده بشه، بعد شما باید بیاین به عنوان یه تاثیرساز این طرح رو طراحی کنین و بعد حالا از طریق ایمیل و اینها ارسال میکنین. اگر اوکی بشه که خب دیگه میره برای مراحل اجرایی و بقیه کارها. پس میتونین این کار رو هم انجام بدین. یکی به میام سراغ چهارمین پروژه کاری که به عنوان یک تصویرساز میتونین انجام بدین، بچه ها نقاشی دیواری یا تصویرسازی هایی که روی دیوارها میتونین انجام بدین. توی ایران به خاطر اینکه
یک زمانی که توی یه بازه زمانی چند 5 سال تا 6 سال قبل خیلی بحث نقاشی دیواری و همین المانهای نوروزی اینا همه خیلی باب شده بود. به خاطر همین شما اگه توی هر شهری رو نگاه کنین میبینید که مثلا تصویرسازی روی دیواراشون خیلی روی دیوارهای شهر خیلی زیاده. به خاطر همین همه این قسمت رو اینجوری میشناسن و توی ذهنشون مونده، ولی من میخوام از دیوارهای شهر فاصله بگیرم و بیام توی مکانهای دیگه. شما میتونید به عنوان یک تصویرسازی انجام بدین بچه ها توی مثلا یک محیط کافه مانند رو. میتونید نقاشی دیواری یا تصویرسازی روی دیوارهاشون انجام بدین. میتونید توی بخش طراحی دکوراسیون انجام بدین این کار رو. مثلا میتونید توی طراحی محیط بازی برای کودکان این کار رو انجام بدین. میتونید طراحی اتاق خواب یا مثلا حالا اتاقهای مختلفی که برای خونه ها طراحی میشه این کار رو انجام بدین. و یا مثلا میتونید توی رستوران های مختلف توی بخش طراحی دکوراسیونشون روی دیوارها تصویرسازی انجام بدین. و این خیلی خیلی مورد استقبال قرار میگیره روی بحث تبلیغات یک برند، روی بحث تبلیغات یک کافه یا یک رستوران میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. میتونه به واسطه اون تصویرسازی که شما دارید انجام میدین توی ذهن مخاطبها بیشتر جا بمونه، آدمهای بیشتری به خاطر اون محیط و به خاطر اون ایده پردازی که شما انجام دادین ارتباط میگیرن و بیشتر میان مثلا به اون محیط باهاش عکس میگیرن، شیر میکنن و کار شما بیشتر دیده میشه. پس یکی از پروژه خیلی هیجان انگیزی که بهتون پیشنهاد میکنم اگر که میخواییم به عنوان تصویرساز این کار رو انجام بدین توی دستبندی هاتون بذارین، همین تصویرسازی برای دیوار با توجه به دکوراسیون های مختلف یا دیوارهای شهری. پنجمین پروژه تصویرسازی که خیلی کاربردیه و میتونین به عنوان خود اشتغال زایی بکنم استفاده کنم از این کلمه بهتر، به عنوان خود اشتغال زایی میتونین انجامش بدین بچه ها، تصویرسازی کاربردی چیه؟ اینه که مثلا شما بیاین از تصویرسازی هاتون روی یک سری از وسایل کاربردی روزمره آدم ها استفاده کنین. مثل چی؟ مثل کیف، تصویرسازی روی کیف، یا مثلا تصویرسازی روی لباس، تصویرسازی روی کوسن، روی جاودی، روی چه میدونم جا دستمالی، روی پالتو، روی کفش، روی ماگ خیلی هم استفاده میشه و خیلی هم دوست داشتنیه. میتونیم بیاین توی این هیته کار کنین بچه ها. خوبی این در واقع تصویرسازی کاربردی چی هستش؟ اینه که شما میتونین خودتون محصولات خودتون رو به چاپ برسونین و پی این قسمت چاپش رو بگیرین، خودتون ممانه سرمایه گذار خودتون باشین و هزینه کنین براش و بعد کارتون رو حالا توی صفحات مختلف به اشتراک بذارین یا مثلا تو سایت های مختلف به اشتراک بذارین یا مثلا توی مراکز فروش به باهاش رو صحبت کنین و مثلا یه تعداد از کارهاتون رو اونجا به اشتراک بذارین که بتونین کارهاتون رو بفروشین و بتونین یک منبع درآمد داشته باشین. یه بخش خیلی خوبش اینه که چون خودتون کارفرمای خودتون هستین میتونین اون کار رو با سبک و سیاق و حال و هوای کامل خودتون طراحی کنین و محدودیتی ندارین و میتونین اونا هر جوری که دوست دارین طراحی کنین، روی حالا روی اون وسیله یا روی ماگی که میخواین طراحی کنین، روی لباسی که میخواین طراحی کنین و این کاملا به سلیقه خودتون برمیگرده. و بعد باز دوباره ولی قسمت سختش اینه که شما خودتون باید کار خودتون رو پرزنت کنین و شاید این یک مقدار اگر که نوپا هستین روتون فشار میاره، ولی چیز نشدنی نیست بچه ها بگم که نمیشه نرین دنبالش و خیلی زمان میبره، واقعا همچین چیزی نیست. اگر که دنبال هر چیز رو بگیریم درسته که زمان میبره، ولی زمانی هم که به نتیجه میرسه خیلی حس خوبی با آدم میده. این 5 تا از پروژه های
خیلی کاربردی هستش که شما به عنوان یک تصویرساز میتونین انجام بدین. چون من دیدم که مثلا من وقتی شغل تصویرسازی رو تعریف میکنن یا مثلا میگم که برین تو فلان سایت مثلا دنبال کارآموزی یا کار بگردین، خیلی هم میگن که نه من دقیقا باید چه کاری انجام بدم. به خاطر همین اومدم تو این ویدیو 5 تا از در واقع پروژه های کاری که شما میتونین هم به عنوان فریلنس هم به عنوان یک شغل ثابت کار کنین و تو هیچش فعالیت داشته باشین رو بگم. شما میتونین هر 5 تا رو همزمان با هم انجام بدین، میتونین نمیدونم یکیش رو انتخاب کنین. اینها دیگه بچه کاملا به خودتون برمیگرده و به شرایط خودتون. امیدوارم که خلاصه انجام بدین و کلی موفق باشین.